ترکیب بندیش با بقیه جورتر. بس دیگه چه نظر خواستنیه؟ گفتم در جریان باشید. بالاخره هرچی نباشه ایدهش از شماست. آقا سعید، یه لحظه بیا، این کارتون داره. چی کار داری؟ من موزه تر همو میخوام، بله به حقوقی که این چند وقته براتون کار کردم. طرحت که هنوز به نتیجه نرسیده، بعد مگه استخدامی از من حقوق میخواد؟ مگه هر کی استخدامه فقط حقوق میخواد؟ حقمه، پولمو میخوام. ببین خانم، من اینجا پول مفت ندارم به کسی بدم. پول مفت چی؟ اصلا میفهمین چی داری میگی؟ اومدی کار کردی، کار یاد گرفتی، به عنوان کارآموز اومدی، حقوق میخوای از من؟ نه، کسی از شما هیچی نمیخواد. شورشو در آوردین دیگه. میکا باز چی شده؟ باز چی گفتی؟ من چی میگم یا اون؟ از اون حقوق میخواد. خب اون که راست میگه. الان چی شد که با این حال رفت؟ ظرفیت یه تعریفو ندارید، کار نکنید. اصلا یکی نیست بگه، بذار اول تو رو به عنوان طراح قبول کنیم، بعد بیا اینجا ارد بده. خانم برو سر کارت. سلام. به به، خانم دکتر، در خدمتی. یه بیسکویت یاب میده. یه بیسکویت و یاب میده برای خانم دکتر. مهمون ما باشید. ممنون. میدونی اونجایی که شما کار میکنید چیزای زیادی داره که ما رو بتونه از نسخی در بیاره؟ رمز 8194. اگه بتونی هر هفته برام یه بار جور کنی، پول خوبی گیرت میاد. من به شما کمکی نمیتونم بکنم. مثل من توی زندون زیادن، خرج و مخارج بچه ها تو خودت در میاد. بیچارا چه گناهی کردم بیرون زندون؟ بهش فکر کن، حیفه تو اینجای دختر. نه، یه ماکارانی یه رو. تو که باز اومدی دختر. هستی جان، شما اصلا خودتو ناراحت نکن، من الان میفرستمش بره. تو به مشتریت برس. ببخشید معطلتون کردم. مگه نگفتم نه اینجا؟ باز که پیدات شد. اینا کارهای جدید. خب برام، تو رو بوده دقیقه به حرفم گوش بدید. من نمیخوام با حرف بزنم. اینم با حرف بزنی. من اگه جای پدر مادرت بودم، از شرمندگی سرمو نمیتونستم بالا کنم. حالا تو رو برام فرستادن که اونا منو نفرستن، من خودم اومدم. بذار این دستتو رو ببوسم، بازو رو میبوسم. میوه خیلی از درخت خودش دورتر نمیفته. تو هم بچه همون پدر مادری. ازت خواهش میکنم. حالا من چون بچه بودم وقت ندارم حرف بزنم. اینا قرار بده من خوش باشه برو بیرون یا میگم بیرونت کنم. شما خودتون مادری، بذاری بابا منم بیا. الان موقعش نیست دختر خوب، به هم اعتماد کن. الان پاشو برو.
لطفاً بفرمایید داخل. ممنون. سلام آقا. مگه پول نفرستادم براتون؟ فرستادین آقا ولی کم بود. ما با سفتر همینقدر تهی کرده بودیم. اگه میدونستم رئیسش یکی دیگه است قبلش با شما هم آهنگ میکردم. آقا اونی که باید خرج دوتا بچه رو بده اونم یه سال منم نه سفتر. اون که رسما مرخصی بی حقوقه. مگه اینکه من حقشو بگیرم؟ نه ترس، سفتر برد حقشو بگیره، حتی تا الان بیشترم گرفته. والا آقا الان که به نام سفتر به کام بقیه. سفتر اگه راستش هم میگفت حداقل تا الان یه سال زندان بود، ولی خب عقل به خرج داد. تو یه سال زندان به اندازه 10 سال کار کردن پول در آورد. خب حالا بیاد بیرون ممکنه دیگه کسی کار بهش نده. به اینم فکر کردین؟ به هر حال هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه دیگه. شما اگه حساب نکنین هستن کسایی که پول خربوزه و لرزشو یه جا بدن. الان چیزی بهشون گفتی؟ نه آقا چیزی نگفتم. آفه حالا بشین با طرف دارم. باشون صحبت کردی؟ معلومه که نه. میخوای اوضاع رو بدتر کنی؟ بهت گفتم حالش خوب شد باش صحبت میکنم بهت خبر میدم. الان برو. من میخوام اینجا وایسم. بالاخره میاد بیرون که باش حرف میزنه. خود دانی. به نظر من بهتره الان بری. خدا. خانم یه دقیقه صبر کنی. خانم. قیمت میگیریم فردا یه قیمته. الان به شما میدم با ضرر دارم میدم بهتون. باید روش بذارم بگیرم. ممنون. خدا بده برکت. مبارکتون باشه. سلام. سلام خانم بفرمایین. شما وسایل دستسازم میخرین؟ ببین بستگی داره وسایل چی باشه. اجازه بدی من نمونه کارامو نشونتون بدم. اینا کار خودته؟ بله. باریکلا. با چی درستشون کردی؟ با مواد دورریز دیگه، زایات، مثلا قوطی رب و ماست و اینجور چیزا. قیمتش چی جوری هست؟ مثلا شما اینو چند میفروشی؟ ببین اینا زایاتی نیست، قیمتش گرونتره. خب گرونه که مردم نمیتونن بخرن دیگه. حالا الان چند تا آماده داری بهم بدی؟ چند تا میخوان؟ یه 10-15 تا درست کن بذارم ببینم چی جوریه فروشش. فقط 3-4 روزه میتونی بهم بدی؟ زودتر آمادش میکنم. خب خیلی خوبه. این کارت منه، عکساتو بفرست واسم. تا داری حاضرش میکنی من نشون مشتریا بدم که حاضر شد برسونیم به دستشون. خوبه؟ من همه نمونه کارامو براتون میفرستم، هر کدوم پسندتون بود بگید همونو آماده کنم. باشه مشکلی نداره. ممنون. خواهش میکنم. خداحافظ.
ببین چه خوشگل درست کردیم. خب الان برو همطوری صاف بش، آب پاشی میاد پیش تو. سلام. سلام مادر، خسته نباشی. عزیزم چطوری؟ کیم؟ از دایی سیامک چه خبر؟ خاموش شد گوشیم دیگه ندیدم. نگران نباش پری جون، گفت که طول میکشه. اوه چه قشنگ میچرخه 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 میچرخه. کیان نخور اینجوری آب. ای وای، دختر همسایمون چند سال پیش همینجوری شیر وا کرد، کرد تو دهنش، یه زنبور در اومد نیش زد، باد کرد گلوش، مرد. تو هم دیگه. ای بابا ببن مادر ببن. خوبه تو هم بابا چه حرفایی میزنی ها. زمین چمن درست کنی؟ بابا زمین چمن کجا بود؟ ناهید خانم مادرش رفته کربلا، میخواد سفره زیارتشو بندازه، سبزه میخواد، گفت اینو برام سبز کن. چه باحال، نمیدونستم با این کارم میشه پول در آورد. میکان جان، آدم اگه کاری باشه سنگ خارا رو که بهش بدن میکنه طلای 24 عیار، اگه بیار باشه طلای 24 عیار رو بهش بدن میکنه سنگ خارا. خوبی؟ مامان پری دایی سیامکه. بایسته سلام سیامک، خوبی؟ سلام خاله تلر، رفت چرا زنگ نمیزنی؟ دگران انتیم گرفتار بودم، حالا این به بعد ایشان رو تونتون زنگ میزنم. مامان پری از اون موقع تا حالا دیوونمون کرده، من گوشیم برم باش حرف بزنی، بعد من با حرف میزنم باشه؟ سیامک خیلی ناراحت از دستت. خاله تلر مامان همیشه از دست من ناراحت. من باش حرف نمیزنم. مامان پری بیا دایی سیامکه، دایی سیامک. مامان پری سلام، چطوری؟ خوبی؟ پری جان بابا از راه دور زنگ زده، بچه حرف بزن دیگه. یه گوش بده. سلام مامان پری، چطوری؟ خوبی؟ بابا دست تو، چرا شما دوباره من قهر کردی؟ من تو غربت هم کلی دلم تنگ شده برای مامان پری. بابا اون پتو رو مامان پری مطمئنی نمیخوای حرف بزنی؟ راش دوره، گناه داره. خب ولش کن بذار راحت باشه، حالا بعدا زنگ میزنم باهاش صحبت میکنم. نه دقیق قد نکنی دقیق، میبرم با کیان حرف بزنی، خیلی دلش برات تنگ شده. کیان خونه است؟ گوشی بهش بده ببینم، دلم یه ذره شده براش برو جک. قربونت برم، فدایت. خدا حافظ. ارادت، خدا حافظ. سلام. اگه اشکال نداری یه نفر تو یه جایی برسون. برسون. بیا پردی خانم، بیا. سلام خانم. ببخشید مزاحمتون شد. سلامت باشید. Thank you.
ممنونم. شب شما بخیر. شب بخیر. خدا حافظ. چرا مسیرش دوره؟ هر روزی نمی راه میره میاد؟ با کجا پیداش کردی؟ از مریضای بیمارستانه. به نظر چجوری اومد؟ سوالی میپرسی؟ چجوری اومد؟ خب منظورم اینه که خوشت اومد، بدت اومد، خوب بود، بد بود، چی؟ آدمی که من اولین بار دیدمش چرا باید فکر کنم خوبه، بده، چرا راجعش نظر بسن؟ چه سوال عجیبی میپرسی؟ وضع مالیش خیلی خوب نیست. خانم احمدی معرفیش کرده. باز این خانم احمدی پاشی کرد تو کفش زندگی ما؟ این دفعه من رفتم سراغش. تحقیقم کردم. هم شرعی هم قانونی. این تو زندگی مشترک ما چیزی به اسم مشورت وجود نداره. با تنهایی همش تصمیم بگیری. مهتاب جان نمیتونی بپرسی جهان جان تو دوست داری؟ من خانم احمدی معرفی کرده. من این کارو انجام بدم، انجام ندم. یعنی اصلا تو یک بار از من حساب، اصلا من آدم حساب نمی‌کنی تو. نگهدار جهان. یعنی چی نگهدار؟ جهان نگهدار. یعنی چی نگهدار؟ نگهدار. انقدر دست دست کردی که دیگه نمیتونی بچه دار بشی. الان هم اگه هیچ کاری نکنی انقدر سنمون میره بالا که دیگه حوصله بچه داری نداری. الان کجا داری میری؟ مهتاب! مهتاب الان کجا؟ بیا سوارشو میگم. میگم بیا علیکم سلام. بودو. نیکان
سلام خانم. علیکه سلام. من قرار نبود به پدر مادرت بگی بیان مدرسه. خانم گفتم که سفرم، برگردم میام. منم بهت گفته بودم باید با والدینت بیاد. خانم لطفا، شما که میشناسیم ما رو. میری با یه بزرگترت میام. چیه که نگفتی؟ جون چطوری؟ مهمون داری؟ اینا کلاس دومی سومی هم آوردم که هفته یه بار تو درس ریاضی بهشون بدی. من؟ بابا من که ریاضیم افتضاح تلت. وا فرق تو که این همه خرج کردم برای درس خوندنت با من بی‌سواد چیه؟ کاکا نه ترس، چهار تا به اضافه من هاست. همین اینم دست مستته. اگه خوب بهشون درس بدی بچه همون محلم میارم. آخه تلر اصلا من یک کار دیگه پیدا کردم. درست میشه. ای وای بابا جمع کنین این مسموستو رو. خدو همینه که هر سال یه گاری دم مدرسه‌تون میاد تجدیدی جمع میکنه. کدومتون هم میخواستی؟ نه دوستان دمدن منتظرم الان من میخوایم بریم با هم دیگه فوتبال بازی کنیم. برای من نطق نکن فوتبال فوتبال. یه برو سر کلاست بدم آمولو بودو پاشین دیگه. بودو موبایل بده من. بودو کلاس شروع شد. خب گوشاتون رو با میکنی درس گوش میدین ها. بهتری معلم دنیا رو براتون انتخاب کردم. چرا زودتر نگفتی؟ خیال کردی اگه گردن بنده تو بفروشی تمام مشکلات مالیمون حل میشه؟ مشکل طلعت که حل میشد. بعدش من نمیخواستم شما ناراحت بشی. من نمیدونم تو این خونه چرا هر کسی هر گندی میزنه یه سال بعد گوش به من میرسه. بعدم به من میگن نگفتیم بهت که ناراحت نشی. حالا دختره کجا واسش کار پیدا کرده؟ فکر کنم تو همون محل کار خودش. گردنبندت هم بهت نمیدم تا مامانت نیمده. بی عقلی میکنیم اینو میفروش. مام پری اگه گردنبندم رو ندی چجوری پول طرحت رو جور کنی؟ تو نمیخواد نگران اون باشی. چی کار داری؟ به سیامک زنگ زدی؟ بهش گفتی که رفیقش هنوز پول نریخته؟ نه نگفتم. خب خودت باش حرف بزن بگو که قربونت برم. هی به من میگی اینو گفتی اونو گفتی. چه خبره؟ مطمئنت شد اینا رو از کجا بردی؟ بسه یه بازم بیارم. از در و همسایه. چند روز پیش گفتم هرچی قوطی نوشابه و شیر و این چیزا دارین جمع جور کنین یه چند روز دیگه میام ازتون میگیرم. طلعت خانم این بچه شیرین عقله، تو چرا باهاش هم فکری میکنی؟ من پری چی خوب میترسم از درس و مدرسه‌ت بمونی. اه به خدا من خودم عاشق کار کردنم. شما واسه چی میخوری؟ بعدش هم اصلا جزو درس و مشق منو درست کردن اینجور چیزا. بابا همه درس میخونن تا کار کنن تهش به پول برسن. این بچه که تن کارو از الان داره بده؟ بده ما هم پری خورن. حالا دیگه تو هم روز بازی در نیارا چه سو استفاده نکن. اول درس بعدن کار باشه؟ آه
تو برم من. کیا؟ اینو دو من؟ این؟ آره، نه نه اون اون این؟ آره بیا بگیر. به نظر چه رنگیش کنم؟ این سبز. یادگار مادرمه، میخوام بذارم برای دخترم. بده من. پونزدی که همش میشه 500 تا. خیرش ببین احمد آقا، داری بزخری میکنی؟ نو که نیز، زایاته. نمیخوای بدم؟ نه نه ببری، اگه بازم کاری داشتم خبر دارم. خدا بده برکه. به شما هم همینطور. خدا نگه بده. خدا پشت پرویت. درم بی زحمت ببند احمد آقا. من نمیدونم چه حکمتیه که شما این ظرفا رو بعد میفروشید. حیف نیست؟ آخه قدیمی ان دیگه گیر نمیاد. حیف ما این که پیر شد. بردو بر خودت. آخه این چه کاریه پری خانم؟ احمد آقا، احمد آقا، احمد آقا. آخه من پول میخواستم. برش دار، بیشتر از این شرمندم نکن. هر دور تنت. اومدی برای معامله؟ نه، هرچی آقا ارجنگی حاشیه میره، شما میری سر اصل مطلب. سر راست، من بخوام حرف بزنم 50 تومن میگیرم. اشتهاتونم خوبه. چرا نمیدونم وقتی چیه باید این همه پول بدم؟ شما اومدی سراغ من، من که داشتم پولم از جای دیگه میگرفتم. الانم مختاریم. میشنوم. میخواییم بشنوین؟ اگه سه‌شنبه صبح ساعت 10 پول تو حسابم بود، بعد کی و کجا و چه جوریشو من بهتون میگم. از کجا باید مطمئن باشم همون چیزی که میخوام بهم میدین؟ از اونجایی که آقا ارجنگی به خاطرش این چکو به من داده. دیگه خبر از شما. فقط من نه اینجا بودم نه حرفی زدم. هرچقدر شوهرت بی عرضه است، مشاله شما خوب دست و پا داری. خدا شما رو برای سفتر حفظ کنه. سلام. کدوم این؟ من سفارشاتتون به جای سه روز تو دو روز آماده کردم. بهترین کار رو انتخاب کردی. ببین این 7 مدل رنگ داره، هر کدومش که خواستی به هم بگو بهت میدم. سفارشاتون دیگه آماده شده همه. آقا ببخشید لوستر وسطیه چه قیمته؟ این همین وسطیه؟ بله. خب این لوستران کارهای جدیدمه. دونه 70ه
تو 5 تا رنگ مختلف و سایزهای مختلفه. هر کدومو خواستین به من بگین، من تقدیمتون بکنم. تخفیف ویژم داره چون کارهای جدیدمونه. این چه ایده منه جان؟ اونها نمونه کارمو براتون فرستادم، از روی ایده من اینا رو درست کردی. خانم بفرمایید، تو رو خدا مزاحم نشید. خانم وسایل تو بردار. اعتبار حرف شما اینا رو درست کردم. اعتبار چه؟ حرف من اعتبار داره. الان بهتون میگم تشریف ببرید دیگه، بفرمایید. من مسخره؟ شما یه روز میگی من دوست دارم درست کنی، روز دوست نداری اینا رو ببرم. من پولمو میخوام. من همه اینا رو درست کردم. اینو ببینید. ببین شما پول میخوای؟ خیریه، دو تا قرفه پایینتره. تشریف ببرید اونجا، بگید من پول میخوام، کمکتون میکنن حتما. خواهش میکنم بفرمایید. من اینجا دارم کاسبی میکنم. جلو کاسبی منو گرفتید، بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. آقا یا اینا رو برمیدارین یا من برمیدارم 110. زنگ بزن به هر کی که دلت میخواد، زنگ بزن 120. اصلا این حرفا چیه؟ تو اینجا اومدی وایسادی نمیذاری من کاسبی بکنم؟ تو میخوای زنگ بزنی 110؟ شما اومدی اینجا دزدیه. دزد حق جد آباده. سه بابا برو جمع کن. مینم هیچی بهش نمیگم. سه بار دارم بهت محترمانه میگم برو اینجا با دستا برو بس اینجا کن برو. وایسادی